اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شام جمعه است متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم، ارواح نافداه. برای سلامتی اون وجود مقدس، تعجیل در ظهور با برکتش و نثار روح پرفتوح حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران و فرزندان و اصحابش صلواتی عنایت کنید. در کنار حرم ابا عبدالله الحسین، شهر کربلا و صحن عقیله بنی هاشم، خدا رو شاکریم محضر شما برادران و خواهران، نایب الزیاره همه عزیزان به ویژه بینندگان عزیزی که اکنون برنامه رو دریافت میکنن هستیم و دعا میکنیم انشاءالله که خداوند توفیق زیارت به همه عزیزان عنایت بفرماید. امواتمون، گذشتگانمون، گذشتگان شما، مخصوصا شهدای عزیز، شهدای دفاع مقدس که این روزها سال روز دفاع مقدس هم هست، عزیزانی که در این کرونا از دنیا رفتن، انشاءالله امشب همشون سر سفره احسان امام حسین میهمان باشند. یک دعای ویژه هم برای بیماران میکنیم. خیلی ها ما التماس دعا گفتن، چند هزار بیمار بدحال هنوز در بیمارستانهای ما هستند. انشاءالله خداوند با ریشه‌کن کردن این ویروس از دنیا، به ویژه کشور ما، کشورهای اسلامی، سلامت و صحت رو، امنیت رو، اجتماعات ما رو انشاءالله به ما برگرداند، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام روزی که از مکه بیرون آمد یه جمله ای فرمود. من این جمله رو یه کمی امشب برای شما باز کنم، چون در زیارت اربعینم این جمله آمده. خب میدونید ایشون هشتم ذیحجه از مکه بیرون آمد به طرف عراق. مردمی که اونجا بودن خب زیاد بودن، چون ایام حج بود، خیلی ها برای حج آمده بوده. آقا یه جمله ای فرموده، همه کس این جمله رو نگرفت ولی بعضی ها گرفتن. فرمود من کان بازلن فینا مهجته، مهجه یعنی خون، یعنی جان، بازل یعنی هزینه کردن. هر کسی که میخواد جانشو برا ما هزینه کنه، فلیرحل معنا، با ما بیاد، ولو اگه یکی میخواد بازی در بیاره تو راه، برگرده مثلا بگه بچم فلان، زنم فلان، خانم فلان، نه نمیخواد بیاد. من از اول تو مکه با شما تمام میکنم. من کان بازلن فینا مهجته، من روی این دوتا کلمه امشب حرف دارم. بازل، مهجه. بازل نمیگن بزل و بخشش، یعنی کسی که میخواد جونشو بزل کنه، ببخشه. مهجه هم که یعنی خون، یعنی جان. اگر کسی میخواد بازل خونش باشه، با ما بیاد.
خب اینو داشته باشید. حالا انشالله اربعین اینجا هستید خیلیاتون، تو زیارت اربعین که امام صادق علیه السلام خوانده راجع به خود امام حسین میگه و بذل مهجته فیک، خدایا حسین خونشو در راه تو بذل کرد، یعنی چیزی رو خواست که خودشم انجام داد، گفت من این کارو میکنم، هر کسم میخواد این کارو انجام بده با من بیا. حالا این دوتا کلمه رو امشب من روش صحبت کنم، کلمه بذل و باذل. آقایان دین هزینه داره، هزینه‌ش هم متفاوت، بی دینی خیلی هزینه نداره. وقتی شما مقید به چیزی نباشی چه هزینه‌ای میخوای بدی؟ ربا میخوری، شراب میخوری، معصیت میکنی، مقید نیستی، کار به حجاب نداری، نمیخوای زیارت بری، نمیخوای نماز بخونی، نمیخوای طهارت و نجاست. کسی که بی دینه، تو روایت هم داریم دنیا براش آزادی، صعوبتی نداره، نمیخواد هرچی هر جوری میخواد حرکت میکنه، چون رهاست. مثل دانش آموزی که تو مدرسه رهاست، درس نمیخواد بخونه. دانش آموزی که درس نمیخونه نه امتحان ازش میگیرن نه کارش داره، مسلم آزاد، اما قبولی نداره ها، اما رتبه نداره ها، کنکور نداره ها، درجه نداره ها. اگر کسی میخواد به درجات عالی برسه، اگر کسی میخواد صاحب نفس مطمئنه بشه، بهش بگن ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، هزینه داره. یک کلمه هست امشب، این کلمه رو من دلم میخواد شما و بینندگان عزیز یه خود روش فکر کنید، بذل. من چند تا حدیثم براتون میخونم، یکی از امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش به نام عبدالله ابن جندب فرمود یبن جندب انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعه های ما را از چند تا راه میشه شناخت، یکیش اینه به سخا و البذل للاخوان، سخاوت و هزینه کردن، بذل و بخشش کردن. باز این روایت خیلی جالبه، مرحوم کلینی در کتاب معتبر کافی آورده، کافی مال 1200 سال پیشه، کلینی در بغداد دفنه، خیلی روایت جالبیست. میگه رسول خدا یه سلسله سفارشایی به امیرالمومنین کرد. حالا اگه کسی خواست یه کلمه‌شو بزنه تو فضای مجازی همه‌شو پیدا می‌کنه، منتها من همه‌شو نمی‌رسم بگم. یکیش این بود علی جان، یا علی اوصی کفی نفس که به خصال فحفظها، من پیغمبر به توی امیرالمومنین چند تا سفارش می‌کنم اینا رو حفظ کن. ثم قال اللهم اعنه، خدایا علی رو کمک کن اینا رو پیاده کنه. اول پیغمبر چند تا نصیحت کرد، ظاهرا 6 تا سالمونی که به ذهنمه، پنجمیشو من فقط میگم، بقیهشو نمیگم. علی جان من چند تا سفارش به تو میکنم اینا رو حفظ کن، خودم هم دعات میکنم که انشالله بتونی اینا رو پیاده کنی. ول خامسه، عرض کردم من با همش کاری ندارم، با یکیش کار دارم. علی جان پنجمین سفارش من پیغمبر به تو اینه، بذل کن. ما بحثمون رو این کلمه است، بذل کن، هزینه کن، مالک و دو و دمک، خون تو و مال تو، دون دینک، برای دینک. اگه یه جای دینت به خطر افتاد باذل باش. آقایان خواهران، امام حسین روزی که از مکه آمد بیرون فرمود من باذل میخوام. امروزم باذل، باذل یعنی کسی که بذل میکنه، هزینه میکنه. خیلی هم حدیث داره، حالا من همشو براتون نمیخوام بخونم. باز یک روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام، خیلی این روایت هم جالبه، فرمود خدا برای ما یه شیعه هایی قرار داده، فختارنا وختار لنا شیعه، خدا ما رو برگزید، 14 تا معصوم برای ما هم یه سری شیعه هایی رو برگزید. خب شما نگاه کنید دیگه، من امشب تو این خیابونا می آمدم پیاده، گفتم یا ابا عبدالله ببین
اینا به چه عشقی اومدن، زن بچه عرق میکنن، گرما سختی جا ندارن کنار خیابون. ببین اینا فقط به خاطر اینکه شنیدن زیارت اربعین ثواب داره، مشی و پیاده روی برای امام حسین ثواب داره. دیشب عرض کردم این مسیر رو اگر یک کسی صحنه هاشو بگیره، پیرمرد، پیرزن، بچه، معلول، به چه عشقی؟ به عشق امام حسین دیگه. اینجا نمیان تفریح کنن دیگه. فرمود خدا برای ما یه شیعه هایی قرار داده، اینا ویژگیشون چینه؟ ینصروننا، ما رو یاری میکنن. یفرهو لفرهنا، اگه شادی داشته باشیم مثل تولدای ائمه شادی میکنن. و یحزنون لحزننا، اگر غم و اندوه داشته باشیم مثل عاشورا اربعین، اینا برا ما عزا میگیرن. این منظورمه. و یبذلون انفسهم، و یبذلون انفسهم فی اخوانهم، اینا بذلم میکنن، فقط حرف نمیزنن، هزینه میکنن. شما الان همین صحنه ببینید، میدونید یکی از پروژه های بسیار عظیمه. من امروز با دوستان مسئول اینجا صحبت میکردم، خب هزینه ها میلیاردیه، هیچ بودجه دولتی هم نداره، همش مردم. تا اینجا رسیده که حالا این پروژه عظیم اگر آماده بشه، مهیا بشه، چقدر برای زائر تسهیل ایجاد میکنه. شما الان تو این صحنه عقیله یه قسمتیش آماده شده، اونم آماده نه، شاید نیمه آمادم نه، مراسم گرفتید. حالا شما فکر کنید یه روز این پروژه عظیم که چقدر باید زیر زمین برن، چون اینجا زود به آب میرسه، چقدر بتون بریزن که اینها آب به اینا لطمه نرسونه، چند طبقه روی هم این ساختمان، صحن، برنامه های متعدد، که پروژه خیلی عظیمیه. این ساختمان از کل حرم ها وسعتش بیشتره، میلیاردها تومن. تا حالا این یک گوشه کاره، سامر را یک گوشه کاره، صحن حضرت زهرا تمام مردمیه. خب اینها بذل دیگه، هزینه کردن. طرف علنگوشو میده، انگشترشو میده، زندگیشو میده، برای اینکه براش هم مهم نیست بگه آه خب حالا تو خاک ما که نیست. نه، امام حسین مگه مربوط به یه خاک، مگه مربوط به یه کشور بین المللیه، جهانیه؟ این چیزی که امام حسین از ما خواست، بذل. خب ما سه جور بذل داریم، من اینو امشب توضیح بدم برای شما و انشاءالله نتیجه بگیریم. اول بذل جان، همونی که امام حسین علیه السلام فرمود من کان باذلن فینا مهجته. میدونید که همینطور تو مسیر که میرفتن، حجاج ابن مسروق که ایشون مؤذن امام حسین بوده، در روز عاشورا جزو شهدای کربلاست، و من خواهش میکنم اگر میرید کنار قبر شهدا این اسامی که نوشته اینا رو بخونید، گاهی اینا رو هم واسطه کنید. به قول یکی میگفت سر اینا خلوت‌تره، همه با امام حسین کار دارن. آقا حجاج ابن مسروق تو مورد توجه امام حسین بودی، جناب جون، جناب اسلم، جناب یزید ابن سبیت، جناب عرض میکنم حبیب، جناب مسلم، اینا رو هزینه کنید، ازشون کمک بخواید، اینا واسطن. حجاج ابن مسروق میگه ما با آقا میومدیم، رسیدیم به یه خیمه ای. آقا فهمدن که این خیمه مال کیه؟ گفتم آقا فکر میکنم خیمه ابن هر، عبید الله ابن هر جوفی. آقا فهمدن برو بهش بگو امام حسین آمده، بیاد دعوتش کن، به ما ملحق بشه. میگه من آمدم و گفتم که من نماینده آقا هستم، اون خیمه‌م خیمه امام حسین، دعوت کرده از شما. گفت که به خدا قسم از کوفه بیرون نیامدم مگر به خاطر اینکه امام حسین رو نبینم. من اصلا قرارم یه جوری تنظیم کرده بودم که با ایشون مواجه نشم، نمیدونم چی شد الان با هم شدیم. من راهمو یه جوری انتخاب کردم، یه جوری به من گفتن امام حسین داره میاد کوفه، من از کوفه اومدم بیرون آقا رو نبینم. حالا تو به من میگی بیا، نه آقا بگو من نمیام. میگه اومدم گفتم آقا اینطور میگه. میگه فوراً آقا فرمود کفشای منو بیارید، کفشاشو پوشید. فرمود به بچه‌هام هم بگید بیان.
سه چهار تا از این بچه کوچیکاش اومدن دامنشو گرفتن، یه کار عاطفی که بلکه روی این آدم اثر بگذاره. چقدر بعضی کم توفیقن. میگه خود عبیدالله میگه من گفتم لابد گفتم نمیام دیگه، آقا منصرف میشه. یه وقتی دیدم ای وای امام حسین داره میاد، جا الحسین و سبیانه حوله، آقا داره میاد، بچه هاش هم دامنشو گرفته. خیلی میگه دلم سوخت برای این صحنه. آقا آمدن و فرمودن ببین تو آدم ویژه ای نیستی، گذشته خوبی نداری، ان لک ذنوبا کثیره. تو حالا به عبارت دیگر این اوضاعش از هور خیلی با هور قابل مقایسه. این حالا هور یه اشتباهی داشته تو کربلا، اونم جبران کرد توی کاروان حسین. این یه آدمیه که سپاهیان معاویه است، تو صفین با امیرالمومنین جنگیده، جزء کسانی است که شمشیر روی علی کشیده، ولی فدای این ابو عبدالله بشم که وقتی میخواد یکی رو جذب کنه باید زمینه داشته باشه. آقا فرمودن که ببین گناهات زیاد، ولی قول میدم جدم رسول خدا شفاعتتون، تمام گذشتتم جبران میکنم، خدا جبران میکنه، بیا منو یاری. گفت آقا من بذل میکنم اما اسب شمشیر اینا رو میدم. یه اسبی دارم که کسی تا حالا سوارش نشده اونو زمین بزنه، برنده شده، خوب میتازه، من اونو حاضرم بدم، ولی خودم نمیام، منو ببخش. ببین کم توفیقی رو. آقا فرمودن لا حاجت به فرسک، من اسب نمیخوام، اسب که پره، من آدم میخوام. مهجت بزل مهجت او، و این آدم توفیق حضور در کاروان ابی عبدالله رو پیدا نکرد. بعد از اینکه امام حسین اینجا شهید شد، ظاهرا اولین کسی که اومده کربلا ایشون بود، خودشو رسوند، دید ای وای چه اوضاعی، بعد عاشورا اومده، چه اوضاعی، ابی عبدالله به شهادت رسیده، فرزندانش حتی بچه شش ماهش اینجا متأثر شد، رو کرد به خودش گفت فیالک حسرتن مادم تحیی، تا زنده بسوز حسرت بخور، پسر فاطمه رو یاری نکردی، تردد و بین الروح و تراقی، ولو کنت اواسیه به نفسی، اگر حسین رو یاری کرده بودم جدش شفاعتم رو میکرد. بعدها به مختار پیوست، با مختارم نساخت، با اونم توی مسائلی تنظیم غنیمت و اینا در افتاد و خلاصه رفت پیش پسر زبیر. بعدم یه وقتی رد میشد از کنار نهر، اسبش انداختش تو آب غرق شد و از بین رفت، نه الان جنازه ای ازش هست، نه اسمی ازش هست، هیچ. 5-6 سال بعد کربلا، کربلا 61 بوده، مرگ عبیدالله حر جوفی 67، 5-6 سال. ببینید اینی که میگم من کان فینا بازلن مهجت او، اما همین امام حسین، حالا شما میرید کنار قبرش، برید روی این پردهی که روی قبر شهدا افتاده نگاه کنید، نوشته یزید ابن سبیت عبدالله عبیدالله. این آقا اهل بصره است، دو تا پسرم داره، عبدالله و عبیدالله. کجا اومده؟ مکه، نه کربلا، مکه آمد خدمت ابی عبدالله علیه السلام، گفت آقا من اهل بصرم، اومدم در رکاب شما. آقا تو مکه هنوز معلوم نبود داستان، هنوز به ظاهر قطعی نبود، میخواست کوفه بیاد. جفت پسراش با خودش تو این کربلا به شهادت رسیدند و امام حسین روز عاشورا براش دعا کرد و امام زمان ارواح و نافدا که امشب متعلق به اون آقاست بهش سلام داده. این زیارت ناحیه مقدسه رو نگاه کنید، توی این زیارت نامه‌های حرم هست، السلام علی یزید ابن سبیت و ابنیه. این توفیق نیست؟ اسامی این شهدا رو نگاه کنید. من خودم کنار قبر حبیب هر وقت میرم، حرف اول و آخرم اینه، میگم آقا عاقبت به خیری، تو عاقبت به خیر شدی، تو با ولایت از دنیا رفتی، از مولاد بخواه، ما با ولایت از دنیا، ما با حب ابی عبدالله پایان کار، تو پایان کارت نیکو بود،
خوندید رو قبرش چی نوشته؟ این حرف امام حسین رو قبرش نوشته و از اون ذریعش نگاه کنید، لله در رو کیا حبیب، حبیب خدا بهت خیر بده، کنت فاضلن، تو فاضل بودی، تختم القرآن فی لیلت واحده، یک شب یک ختم قرآن میکرد، یک شب، خیلی ها یک ختم قرآن یک شب 30 جزء 7-8 ساعت وقت میبره. این آقا امام حسین فرمود. تو همین سرزمین کربلا یکی از شهدای دیگه اسمشو عرض کنم، بازل رو میخوام بگم، پیرمردیست به نام انس، انس ابن حارس، نه انس ابن مالک، اون نه، اون امیرالمومنین رو یاری نکرد، منم الان اونو عرض نمی کنم. انس ابن حارس میگه من یه روز محضر پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نشسته بودم، آقازادش امام حسین وارد شد، 4-5 سالش بود، پیغمبر یه نگاهی به حسینش کرد، نگاه میکرد عشق نمید، یه نگاهی به حسینش کرد، عشق تو چشماش حلقه زد. گفتم آقا چی شد؟ فرمود ان ابنی الحسین یقتل به ارض یقال له کربلا، این آقازاده من در یه سرزمینی به شهادت میرسه به نام کربلا، هر کسی صدای مظلومیت او رو بشنوه باید یاریش کنه، فلینصره. میگه ما اینو شنیدیم، تو ذهنمون بود. آقا پیغمبر از دنیا رفت، حضرت زهرا رفت، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، من کلمه کربلا و نینوا تو ذهنم بود، اومدم عراق این سرزمین رو پیدا کردم، همینجا رو، گفتم اینجا رو میگن نینوا و کربلا؟ گفتن بله. یه خونه اینجا تهیه کرد چند سال قبل از کربلا، هنوز امام حسین کربلا نیامده، هنوز معاویه از دنیا نرفته، زندگیشو آورد اینجا. گفتن چرا اومد اینجا از مدینه؟ گفت میترسم یه وقت امام حسین بیاد اینجا من نباشم. همین بالاخره صبر کرد تا ابی عبدالله اومد به این سرزمین. روز عاشورا خیلی پیر بود، ابروهاش سفید، یه دستمالی برداشت این ابروها رو داد بالا که رو چشمش نیفته، بست، اومد خدمت آقا عرض کرد آقا من از جد رسول خدا شنیدم حسین من در این سرزمین به شهادت میرسه، خیلی سال اینجا منتظرم، اجازه بده برم میدان جانم رو فدا کنم. پیرترین شهید کربلا ایشونه، حبیب 70 خورده ای سنشه، اما این سنش بیشتر بود، پیرترین، عمار یاسر امام حسینه، اومد جانش رو فدا کرد. اینو میگن بذل، و بذل مهجت او. عزیزان من اینجا خانواده شهدا هستند، جوانهایی که حدود 40,000 شهید دانش آموز ما داریم تو کشوره، جانشون رو فدا کردن تا شما امروز به این راحتی اینجا بنشینید و سلام به ابا عبدالله بدید. ما 3 جور بذل داریم، یک بذل مهجه، انشاءالله روز 40 که اینجا هستید، حالا بنده شاید توفیق نداشته باشم روز 40، روز سه‌شنبه که 40 اینجاست، اگر زیارت نامه رو خوندید رو این کلمه ای که گفتم امشب فکر کنید، و بذله، این حرف امام صادقه، مهجته فیک، حسین جان تو خون دادی، لیستنقذ عبادک من الجهاله، جامعه رو از جهل نجات بده. ما 3 جور بذل داریم، اولیش بذل جانه، دوم بذل مال. آقایان خواهران، گاهی هم انسان باید هزینه مالی کنه. همین آقا امام حسین آمد دیدن یک مریضی به نام اسامه، اسامه از اصحاب پیغمبره، البته بعد رسول خدا متاسفانه اونطور که باید با امیرالمومنین راه نیامد و بیعت هم نکرد، حمایت نکرد، آدم بدی نیست، ولی خب تو این داستان حمایت از امیرالمومنین کوتاهی کرد، مریض شد، افتاد به جا، به آقا امام حسین گفتن، اومد دیدنش، نشست کنارش، دید داره گریه میکنه، فرمود چیه ناراحتی؟ گفت آقا 60,000 درهم قرض دارم، اگه الان اسرائیل جان منو بگیره زن و بچه‌ام با این قرض چه کنه؟ آقا فهمون من ضامن،
فرستاد قنبر 60,000 درهم آورد تو همون بستر بهش داد. ها کم از امام حسین نخواهید، نمیدونم چی میخواهید. اونایی که بهتون التماس دعا گفتن، بعضی فرزند میخوان، بعضی مستاجرن منزل میخوان، این آقا خان کرمه، خان کرمه. از مسجد آمد بیرون تو مدینه، دید یه برده‌ای یه سفره نان دستشه، دنبال یه جایی میگرده بشینه نان بخوره. آقا نگاه کردید رفت سینه دیوار نشست. این برده، قدیم برده داشتن دیگه، غلام، حالا دیگه الان ریشه‌کن شده، سفره نانشو باز کرد، 3 قرص نان میان این سفره بود و یه ظرف آب. سفره رو باز کرد، نونا رو چید، ظرف آب رو گذاشت. یه وقت یه سگی آمد جلوش چنباده زد. این سگ گرسنه است، داره ناله میکنه. یه قرص نان رو عراش انداخت، سیر نشد. دومی رو انداخت، سومی رو انداخت، دید همه یه نان رفت، سفرش رو جمع کرد، یه قدری آب خورد، بلند شد، گفت خدا من اون چه داشتم دادم به این حیوان گرسنه نمانه، حیا کردم تو چشای من نگاه کنه و گرسنه باشه، تو هم حاجت منو برآورده. آقا اومد جلو فرمود دیدم چه کار کردی، باریکلا چه حاجتی داری؟ گفت آقا اربابم یهودیه، منم برده یک یهودیم، سختمه، میخوام آزاد باشم. آدم بدی نیست ولی من سختمه، میخوام برای خودم زندگی کنم، میخوام برای خودم. فرمودن قیمتت چقدره؟ گفت 200 درهم. فرمودن من کمکت میکنم. 200 درهم آقا از منزل برداشت، دنبالش راه افتاد، اومد 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 در خونه یهودی تو مدینه، در زدن، یهودی باز کرد، ابا عبدالله اومده، پسر پیامبر اومده، آقا بود، آقازاده بود، به خدا یهودی های مدینه احترامش میکردن. وقتی اینا مسلمان بودن که اینجا کربلا به روش شمشیر کشیدن، سنگ به پیشانی زدن، تیر به قلبش زدن، اینا به نام رسول خدا امام سجاد گریه میکرد، میفرمود بابام رو غربتن الالله کشتند. وقتی ابی عبدالله شهید شد، میدونید لشکر عمر اسد تکبیر گفتن، لا اله الا الله. شما این کارایی که این روز از داعشی ها میبینید، اینا براتون جا میفته. مسلمان بکشی یا الله اکبر بگی. آقا یهودی جا خورد، آقا شما اینجا فرمود این غلام رو به من ببخشه، کار قشنگی کرده، میخوام بخرمش. او آقا من از شما پول بگیرم؟ ابدا، در اختیار شما، آزادش کرده. آقا 200 درهم هم داد به خودش، فرمود بیا ببینی هم پول امروز گیرت آمد، هم آزاد شدی. غلام با خوشحالی داره میره، ابی عبدالله اومد برگرده، خانم این یهودی دوید پسر پیامبر تو رو خدا صبر کن، تو رو جان عیسی ابن مریم صبر کن، من مسیحیم، من عیسی حضرت موسی عز میخوام، جان پیامبر آخر الزمان و به خاطر رسول خدا صبر کن. حضرت استاد چه کار داری؟ گفت من خیلی وقت دلم میخواد مسلمان بشم، اما زمینه پیش نیامده، حالا که شما تا اینجا اومدی، به یمن قدم شما من مسلمان شم. مرده گفت خانم تو بررسی کردی، تحقیق کردی، مسلمان شی و من نشم، این دوتا مسلمان شدن. آقا امام حسین فرمود چه روز خوبی بود امروز، یه برده آزاد شد، پول گیرش اومد. دو نفر اینطوره، این قدمه، این برکته، این حرم برکته، این وجود برکته. خیلی نمونه داریم، من همه رو نمیخوام عرض کنم، که بذل گاهی بذل مال انسان باید هزینه کنه. شما تو زیارت جامعه کبیره به اهل بیت میگید عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، روش شما بوده، شیوه شما بوده. تو همین کربلا شما ملاحظه بفرمایید ابی عبدالله تو همین جا چه انفاق هایی داشته، چه کمک هایی داشته. اینم دومین بذل. و بذل سوم بذل آبروست. یه وقت لازم انسان آبروشو بذاره که نجات پیدا کنه. اینم خیلی دقت کنید آقایان عزیز، خواهران گرامی، زائران حرم امام حسین در شام جمعه، بینندگانی که این برنامه رو ببینید، اسلام میگه نه تنها آبروی دیگران رو نریز، بلکه آبروتو بذار آبروی دیگران حفظ بشه. اینایی که به جان آبروی مردم میفتن، کلیپ میسازن تو زندگی خصوصی مردم، خیلی از خدا بترسن. ما حق نداریم
ورود به زندگی خصوصی کسی پیدا کنیم. به ما چه ربطی داره کسی رفته خارج، کجا رفته، چه جور قدم زده، فیلم بگیریم، طرف از زندگی بیاندازیم، اینا حرامه، جایز نیست. ما یک حرفی داریم به نام کتمان. کتمان، این کلمه رو من یک کمی برای شما امشب توضیح بدم. کتمان یعنی مخفی کردن، یعنی پوشوندن، یعنی در واقع افشا نکردن. کتمان دو جوره، بعضی کتمان ها حرامه، الان میگم، ولی چند تا کتمان داریم، روایت دارد اینا کلید بهشته. اگر کسانی این کتمان، این پوشوندن، کاری نمی کنی ها، فقط می پوشونی، هزینه هم نداره. فرمود کسی که چند تا کتمان تو زندگیش باشه میره بهش. اربعتون من کنوز الجنه. خدا یه سری کتمان ها رو دوست داره. یک، کتمان آبروی مردم، آبرو مردم رو حفظ کن، نذار بریزه. دو، کتمان راز مردم، کتمان و سر. سه، کتمان درد. بیماری داری هی نگو، هی نگو آقا، خود نگفتن و صبر و تحمل بیماری اجر داره. چهار، کتمان مصیبت. مصیبتی دیدی، خب صبوری کن، گله نکن، شکوه نکن، اینا کتمانای خوبه. پنجم، کتمان صدقه. به کسی کمکی میکنی، همه عالم نفهمن چرا امیرالمومنین شب در خونه فقرا نان میبرد، خب روز میبرد، باز کسی نشناسدش. ببین اینا کتمانای خوبه، بشمارم یه بار دیگه: کتمان آبروی مردم، کتمان راز مردم، کتمان دردی که داری، کتمان مصیبتی که داری، کتمان انفاق. یه کسی میخواد انفاق کنه، قرآن میگه اشکال نداره آشکار باشه، ولی یه ثوابی توی مخفی بودنشه. صدقه سر خشم خدا رو میخوابانه، صدقه سر سپر از آتش جهنمه. این کتمان ها خوبه. بله یه کتمان هایی بده، کتمان حق. خیلی ها بعد قدیر کتمان کردن، این گناهه. خیلی ها پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی مبعوث شد کتمان کردن. یهودی ها نگفتن ایشون پیغمبره، خدا میگه لعنت بر اینا که حق و کتمان کردن. کتمان فضیلت، کتمان علم، اینا بده. شما یه فضیلتی از کسی میشناسی نگی. ها، کتمان شهادت، یه جای شهادتی بدی مشکل یکی حل میشه، نگی، اینا گناه. من بحثمو جمع کنم، شام جمعه است، دو سه جمله میخوام ذکر مصیبت. خلاصه عرض من امشب اینه، یه بار دیگه از اول میام جلو. امام حسین روزی که از مکه آمد بیرون یه جمله ای گفت، فرمود من کان بازلن فینا مهجته فلیرحل معنا. هر کسی میخواد بازل کنه خونشو در راه ما بیاد، و الا اسب میخواد بده، شتر میخواد بده، نه. فعلا ما تو کربلا نیاز به آدم داریم، نیرو، هر کی میخواد بیاد. البته شب عاشورا و هر کی میخواد بره، اما میخواست اونایی که خالصا بمونه. و الا روز عاشورا نه تنها نگفت کسی بره، بلکه فرمود هل من ذاب بن یذب بن حرم رسول الله، چی منو یاری کن. روز عاشورا دنبال یارگیری بود، شب عاشورا دنبال این بود که لیمیز الله الخبیث من الطیب. اگه میونه اینا یه آدمیه که هنوز 100% دلش درست نیست، بره، ما خالص میخوایم. خودش هم تو زیارت اربعین میخونیم بذل مهجته و بذل کرد. همه ی حرف من امشب یک کلمه است، امشب از من بگیرید، برای دین بازل باشید، بذل کنید. حالا یکی جانشو میده مثل همین شهدای کربلا، یکی مالشو میده مثل حضرت خدیجه کبرا، یکی آبروشو میذاره مثل همین نمونهایی که اشاره کرد. البته بذل اقسام دیگه هم داره، بذل زبان، یکی زبانشو بذل میکنه مثل دعبل، مثل کمیت، شعر میگه، مدح میگه. کمیت میگه من چوبه دارم رو دوشمه، ما اینقدر شعرا داشتیم اینا به شهادت رسیدن. یکی هم زبانشو بذل میکنه مثل مرحوم شهید مطهری، سخنرانی میکنه، دین دعوت میکنه. یکی قلمشو بذل میکنه. تو همین عراق علامه امینی 30 سال نشست القدیر نوشت،
بستگی داره. عرض کردم یکی ازش میاد جان، یکی مال، یکی آبرو، یکی قلم، یکی زبان، هر کسی به اندازه توانش. خلاصه آقایان، خواهران، دینداری هزینه دارد. فرمود شیعیان ما رو با این صفت بشناسید، یبذلون، بذل میکنن و هزینه میکنن. وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا هم بازل میخواد. اینه که اللهم عجل ولیک الفرج، بله خیلی دعای خوبیه، اما شما چی بذل میکنی؟ چقدر برای سلامتی صدقه میذاری؟ چقدر به حرفش توجه میکنی؟ چقدر آماده هستی؟ اگه فردا آقا اومد قیام کرد میتونی در رکابش باشی؟ بازل میخواد. این حرف امام حسین مال امام زمانم هست. امام زمانم میگه من کان بازلن، هر که برای ما میخواد هزینه کنه بیاد. و اینجاست که امام حسین فرمود پای هزینه کردن که میاد قل دیانون، آدم ها کم میشه. کربلا حدود 100 نفرن، 120 نفره، پره 170 نفر گفته. قل، شما فکر کردین سپاه عمر صد کافر بودن مثلا به ظاهر؟ نه، اینا مال کوفه بودن. اینا 20 سال قبل از این امیرالمومنین تو کوفه دیده بودن. اینا مثلا روز عاشورا نماز جماعت هم خوندن، بدناشون هم نماز میت خوندن، به خاک سپردن، مثلا میگفتن مسلمانی. چطور میشود که مظهر اسلام رو تنها گذاشتن؟ اسلام بازل میخواد، امام زمان بازل میخواد. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا حجت الله. آقا این ثواب زیارت اربعین، این ثواب زیارت اربعین که هر قدمش اینقدر ثواب داره، لابد شما هم یه جا داری میایی به طرف کربلا. اربعین خودتو برسون کنار قبر جد بزرگوارت ابا عبدالله. منم از همین جا دلها رو روانه میکنم. به خدا دلمون تنگ شده، خیلی دعا کرد، خیلی جمعه هامون دیگه تکراری شده، منتظر یه جمعه ایم که دیگه تکراری نباشه. تو تقویمش بنویسن سال ظهور و روز ظهور امام زمان ارواح نافدا. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا عین الله، السلام علیک یا نور الله، السلام علیک یا بقیت الله. چه روزهای که یک به یک غروب شد نیامدی آقای من، چه روزهای که یک به یک غروب شد نیامدی، چه بغضهای که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بود شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. آقای من، آقای من، تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام، دوباره صبح زود نه غروب شد نیامدی. یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن ال ها. اینجا باید صداش بزنی، عین طالب و بدم المقتول به کربلا. نمیدونم کدوماتون امروز رفتید پای زری، یه پارچه مشکی رو زری انداختن دو سه روزه. اگه رفتید نگاه کنید، یاد بیننده های ما هم بکنید. من امروز صبح دیدم یه پارچه مشکی بالای زری امام حسین دو سه روزه انداختن، سه چهار تا جمله روش نوشته. یکی نوشته السلام علی شیب الخزیر، حسین من، جد من، سلام بر اون محاسنت که به خون سرت خضاب شد. البته نمیگه خون سرت،
میگه محاسنی که خضاب شد، رنگ شد با خون، فقط خون سر امام حسین نه، خون علی اکبر بود، خون علی اصغر بود، خون جون بود، خون عباس بود، خونهای مختلف این محاسن رو خضاب کرد. بخونید این پارچه رو یه قبر امروز اگه امشب رفتید فردا رفتید. السلام علی الخد الطریق، حسین من سلام به اون صورت غرق خاکت، السلام علی المرمل به دما، سلام بر اون بدن غرق خونت، سلام به حلقوم بریدت، سلام به اون سری که از قفا جداش، سلام بر تو که مذبوح از قفای یبن الحسن. فداد بشم که با خوندن این کلمات عشق ریختی، صبح و شام گریه کردی، گفتی خون گریه میکنم، اما اگه جای عمه جانت زینب بودی چه میگه؟ زینب هم محاسن غرق خون دید، هم حلقوم بریده دید، هم صورت غرق خاک دید. نه نه، همین روزها چوب خیزران بلبودن. یبن الحسن قدم در کربلا بگذار و بستان، سر ببریده را از نیز داران. حالا هر کجا نشستیدی یا حسین، سیلمان کن ما و نسل ما رو از امام حسین جدا مگردان. کشور ما، امنیت ما، رهبر عظیم و شأن ما، محافظت بفرما. شهدای عزیز، شهدای دفاع مقدس، شهدای عزیز این خطه، روح شهید سلیمانی، مهندس ابوالمهدی، از این جلسه بهرمند بگردان. روح امام عزیز از این جلسه بهرمند بگردان. به نبی و آله صلوات الله.